خانم مرصده قائدی، ممنون از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتین. همونطور که میدونید امروز قراره بالاخره بعد از 93 جلسه و 9 ماه دادگاه طولانی حمید نوری حکم نهایی اعلام بشه. خب ما میدونیم که فضای بسیار پر از انتظار و پر از امیدی جریان داره. درباره این فضا حسال خودتون و به ثمر نشستن بالاخره بخشی از تلاش‌های دادخواهان در این مدت برای ما بگید. امروز یه روز خاصیه، به خصوص که برای من همش تمامی مادران خاوران در جلوی من هستن و مرتب دارم با اونا حرف میزنم، چون تلاش واقعیتش تلاش اون مادران خاوران بود که پرچم دادخواهی رو در اون شرایط سخت برافراشتن و حیف که هیچ کدوم از اونها در کنار ما نیستن و این روزو ببینن. و همیشه میگفتم ما خواهان روشن شدن حقایق هستیم، ما چرایی اعدام عزیزان اونو میخوایم به ما بگن. مادرانی بودن که علیه انتقام بودن و برای رسیدن به عدالت ایستادن، زنان شجاعی بودن. به همین دلیل درست در این روزا که یاد اونها رو داریم، گرامی میداریم و منتظر یکی در واقع یکی از دستاندرکاران اون جنایت هولناک دهه 60 که در امتداد اون میبینیم یعنی سرکوب شدید 67 بوده که گورهای دست جمعی بوده، ما میبینیم در ادامه اون مبارزات مادران آبان الان در زندان هستن. ما دنبال دادخواهی دهه 60 هستیم و همین الان مادران 98 همون دادخواهی به خاطر اعتراض به همین چرایی کشتار فرزندانشون در زندان هستن. و همینجا من قلب واقعا یک احساس بسیار سختی بود دیروز که داشتم میمدم، هم مادران آبان رو در نظرم بود، هم مادران خاوران و تمامی کسانی که سالها برای دادخواهی تلاش کردن و مردم ایران. این حکم فقط برای ما دادخواهان مهم نیست، من فکر کنم برای مردم ایران یه پیام داره. پیام اینی که این کشتارهایی که کردن بالاخره روشن خواهد شد. اولین باری که راجع به دهه 60 و ادامه 67 صحبت کردیم 12 سال قبل بود، دادگاه مردمی ایران تریبونال بود و بعد از 12 سال امروز می‌بینیم که این دادگاه یکی از اون جانیانی که در اونجا متهم شده بود به جنایت علیه بشریت. این امید برای دادخواهی، امید برای مردم ایران که ما نخواهیم گذاشت که اینا کشتار بکنن، جنایت بکنن و راحت بگذاریم از این وضعیه. و در این حالی که به طور واقعی شخصا من علیه انتقام هستم و نه که ما این صحبت ها رو داریم میکنیم انتظار این باشه که فردا صحنه های اعدام میخواییم برقرار کنیم، اصلا اینطوری نیست. ولی این نوید، این امیده، این دادگاه ها نشون میده یک نمای خیلی کلی از اون دادگاه هایی که مورد نظر ماست به مردم ایران نشون داده. و یه اتفاق مهمی که تو این دادگاه افتاد، صدای این دادخواهی، صدای دادگاه به تمام مردم ایران رسید و دیدن چه بر ما و بر ما دهه 60 گذشت، چه بر خانواده های 67 گذشت. خیلی از شما سپاسگزارم خانم مرصده قائدی.